پرژن BMS تقدیم می کند. و در این بخش از برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست همراه با شما شنوندگان عزیز سری میزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. بخش گزارش ویژه این برنامه به روز جهانی مهارت های جوانان اختصاص داره و از اونجایی که گفتگوی ما با میهمان خبرنگار تا حدی مفصل خواهد بود با پوزش فراوان بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و ما مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2014 میلادی روز 15 همه ماه ژوئیه یعنی امروز رو روز جهانی مهارت جوانان اعلام کرد تا آگاهی عمومی رو نسبت به اهمیت آموزش مهارت فنی، حرفه‌ای و مهارت دیگر در زمینه های اقتصاد رو بالا ببره و میزان بیکاری جوانان رو کاهش بده. بر اساس گزارش سازمان ملل از پنج جوان در جهان یکی از اونها بیکار و بدون مشغله و برنامه تحصیلی و یا یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه است و سه جوان از چهار جوانی که در این شرایط قرار دارند دختران و یا زنان هستند بر اساس این گزارش در سال 2017 میلادی جمعیت شاغل جوان نزدیک به 58 میلیون کاهش یافت تم امسال سازمان ملل برای روز جهانی مهارت های جوانان که در چند گرد همایی مجازی مورد گفتگو و مشورت قرار خواهد گرفت مهارت ها برای جوانان خستگی ناپذیر اعلام شده به مناسبت روز جهانی مهارت های جوانان گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با آقای شمیم موحد معلم موسیقیدان و آهنگساز پر استعداد ایرانی در موسیقی کلاسیک غربی و استاد نوازندگی ساز ویولون و تئوری موسیقی با هم به آقای شمیم موحد خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم آقای شمیم موحد به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم که فرصتی دست داد تا شما رو در این برنامه داشته باشیم ممنون شب و روزتون به خیر هر جای دنیا که هستید و خوشحالم که در خدمتتون هستم خیلی ممنون آقای موحد همونطور که میدونید امروز روز جهانی مهارت جوانان هست برای شما این روز چه اهمیتی داره و به طور کلی وقتی از مهارت جوانان یعنی افراد بین 15 سال تا 24 سال صحبت می منظور دقیقا چی هست؟ والا راستش من همونجور که قبلا هم خدمتتون ارز کردم این موضوع خیلی موضوع وسیعه و اون چیزی که من میتونم بگم از دید یک معلم موسیقی و یه آهنگسازیه که در کشور هند زندگی میکنه و از دریچه چشم من با توجه به اینکه توی یک مدرسه کار میکنم و با بچه های حدوداً ده تا 18 سال اغلب سر کار دارم از این دید شاد بتونم یه نکاتی رو خدمتتون ارز کنم و اولین چیزی که به ذهنم میرسه این هستش که اصولا در مدارس و در همه موسسات آموزشی ترینینگ اینستیتوت ها یک چیزهایی رو به بچه ها یاد میدن چه از نظر عملی و چه از نظر تئوری که بعدها در زندگی این مسائل به درد اونها میخوره یعنی بعضی ها شما به صورت روزمره و خیلی زیاد استفاده میکنیم برای بهبود زندگیمون و پیش برد کارهامون و بعضی هاش رو هم نگه میداریم و هر از گاهی که نیازی ایجاد شد یا مسئله بود به هر صورت توان ردخ و فتخ امورمون رو داشته باشیم و اون چیزی که من میتونم ارز بکنم در این زمینه این هستش که همه مهارت ها ارزش یکسانی نداره بعضی مهارت ها هست که مربوط به یک کار خاصیه و جزئیه و بعضی مهارت ها هست که مربوط به کلیات زندگی هست و روی بقیه مهارت ما خیلی تاثیر میذاره اجازه بدید چند تا مثال بزنم از مهارت های نوع اول من میتونم اشاره بکنم به توان حساب و کتاب و اینکه ما چقدر از نظر ریاضی مهارت داریم که حساب و کتاب خودمون رو نگه داریم یا اگر جایی کار میکنیم بتونیم اون چیزی رو که ازمون انتظار دارن به بهترین نحو براشون انجام بدیم یا مثلا ما باید توانایی و مهارت داشته باشیم برای حفظ سلامتی خودمون و اطلاعاتی داشته باشیم راجع به ارگانهای بدنمون و اینکه اینا چطور کار میکنن و راجع به تغذیه و اینکه ما چه غذاهایی باید بخوریم ورزش اینها یه نمونه هایی بود از مهارت نوع اولی که من خدمتتون عرض کردم اما مهارت کلی که روی همه اینها تاثیر میذاره حتی شغل ما تحصیل ما مهارت هست که بخصوص در دنیای امروز خیلی اهمیت پیدا کرده مثلا یکی از چیزهایی که میتونم ذکر کنم این هستش که خیلی از ماها وقتی میخوایم با سمارت های خودمون کار کنیم یا با کامپیوتر و نرم های مختلف سر کار داریم خیلی وقتا مجبور هستیم که یه تحقیقی بکنیم ببینیم یه کار خاصی رو چطور باید انجام بدیم یا مثلا شایعاتی میشنویم درباره ویروس کرونا و مثلا اینکه در هوا چقدر میمونه یا اینکه چطور خودمون رو محافظت کنیم در عین اینکه مجبور هستیم یه سری کارهایی رو حتما انجام بدیم و نمیتونیم کل زندگیمون رو تعطیل بکنیم خلاصه چیزهایی که میبینیم و میشنویم در وبسایت های مختلف در اینستاگرام در فیسبوک چطور میتونیم تشخیص بدیم که منبع این خبرها و شایعات موثق هست یا نه و ما میتونیم به این مسائل اعتماد بکنیم یا نه و این خیلی مسئله مهمیه و مهارت مهمیه میتونم به طور خلاصه بگم مهارت تحقیق درباره یک مسئله که این مسئله میتونه درباره سلامتیمون باشه یا درباره مسائل روانیمون باشه یا درباره مسائل روحانی باشه و خلاصه اینکه اگر ما یه سوالاتی برامون پیش میاد چطور میتونیم به یک منبع موثقی برسیم و به یه قطعیتی در حد توانمون متوجه بشیم که به جواب صحیحی رسیدیم یا مثلا ما چقدر توانایی و قابلیت داریم که برای کمک به دیگران از منافع شخصی خودمون بگذریم و چشم پوشی کنیم یا مثلا چقدر صبور و متحمل هستیم و چقدر ناتوان هستیم از کنترل خشم و عصبانیت خودمون خلاصه اینکه در دنیای امروز اون چیزی که واقعا به درد انسان ها میخوره و همینطور شرکت ها و کمپانی های بزرگ هم دنبالش میگردن صرفا توانایی انجام یک امور خاصی به تنهایی نیست بلکه این قابلیت هایی که عرض کردم خدمتون که بقیه مسائل تحت تاثیر قرار میده اونا خیلی براشون مهمتره. و از نظر زندگی فردی خود ما هم این توانایی ها هست که به ما یه قابلیتی میده که ما تحت هر شرایطی بتونیم راحت زندگی بکنیم و به قول معروف گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم و در این تلاطمات این دنیا که خیلی شدت و هدت گرفته بتونیم یک مسیر سالم و درستی رو طی کنیم بله خیلی ممنون خب شکی نیست که به خاطر شیوع ویروس کرونا شرایطی که جوانان با اونها روبرو هستند بسیار چالش برانگیز هست با توجه به اینکه شما خودتون پدر دو نوجوان هستید و در زمینه حرفه‌ای هم با جوانان و نوجوانان کار می‌کنید این چالش ها رو شما چگونه می‌بینید راستش من فکر می‌کنم این چالش‌هایی که به وجود اومده تحت تاثیر این ویروس چالش هایی است که مهارت‌های سطحی ما رو تحت تاثیر قرار داده مثلا ما دیگه نمیتونیم به راحتی مسافرت بریم یا سوار هواپی ما بشیم مثل قبل و خیلی محدودیت های دیگه که به خصوص برای جوانان اون سن و همینطور برای بچه ها خیلی تحملش دشوارتر از ما بزرگ سال هاست. بله نکات مثبت این شرایط از دید شما به عنوان یک پدر و معلم و همینطور از دید جوانان چگونه بوده؟ دقیقا میخواستم به این موضوع اشاره بکنم سوال خیلی خوبیه چون واقعا این اتفاقایی که افتاده و محدودیت هایی که ایجاد شده همش هم جنبه منفی نداره بعضی درهای جدید باز شده و بعضی اتفاقای افتاده که خیلی جالبه مثلا در زمینه کاری خود من این مدرسه که من کار میکنم 18 تا شعبه داره و 18 تا مدرسه مختلف هست با مدیرای مختلف و سیستم اداری متفاوت من خیلی سعی میکردم که درباره اهمیت موسیقی به اینها صحبت کنم و یه سیستمی رو راه بندازیم که در حقیقت موسیقی رو به صورت یه سابجکت ارائه بدن متاسفانه فرصت نمیشد اینقدر که معمولا امتحان و اهمیتی که برای درس قائلا اینجا خانواده ها و خود معلمین و مدرسینش ولی وقتی که این اتفاق افتاد و همه چیز استاپ کرد همه ما یه موقعیتی پیدا کردیم یه وقتی پیدا کردیم که راجب کارهایی که داشتیم انجام میدادیم فکر بکنیم و در یک فراغ بالی بشینیم و بررسی بکنیم ببینیم که اصلا چه اتفاقی داشته میافتاده در زندگی ما همینطور در مدارس مدیران و معلمین فرصتی پیدا کردن که به مسائل دیگه هم غیر از کامپیتیشن ها و امتحانات پشت سر هم فکری بکنن و این یه موقعیتی ایجاد شد که ما بتونیم درباره تاثیر موسیقی صحبت بکنیم همینطور بچه ها وقتی بیشتری در خونه داشتن و با استفاده از امکاناتی که امروزه سمارت ها داره و میکروفون های خیلی قوی و دوربین های خیلی خوب میبینیم که در همه جای دنیا خیلی ویدیوهای خیلی زیبایی درست شده از کارهای مختلف هنری و این یه مسئله است که توجه همه رو جلب کرده و اهمیتش و اهمیت خودشو نشون داده برای زندگی ما کلا مثبتترین اتفاقی که به نظر من افتاده هم برای جوانها هم برای بقیه این هستش که توجه ما به یه نکاتی و یه مسائلی جلب شده که قبل از اون توی اون حیاهوی زندگی خودمون و کوران کار و مشغله که داشتیم امکان پرداختن بهش رو نداشتیم و این یه فرصتی هست که شاید بتونیم بگیم یه فرصت تاریخی که ما میتونیم ازش استفاده بکنی و جهت زندگیمون رو در مسیر بهتری قرار بدیم بله خیلی ممنون خب بر اساس آمارهای بین المللی با اینکه تعداد جوانان در سطح جهان رو به افزایش هست تعداد جوانان بیکار و یا محروم از تحصیل و یا محروم از یادگیری مهارت ها هم رو به افزایش هست بقیده شما راههای مقابله و یا عبور از این چالش مهم چه میتونه باشه؟ راستش من همونطور که در ابتدای عرایزم هم خدمتون گفتم من خیلی تخصصی ندارم در زمینه بین المللی و اینکه حالا در سطح جهان چه کار باید کرد یا چطور مشکلات بین المللی رو باید بهش پرداخت ولی از دید محدود خودم من فکر میکنم اگر واقعا اون مهارت های اصلی زندگی ما نه مهارت انجام یه امر خاصی به طور ویژه تحت یک شرایط خاصی بلکه مهارت زندگی کردن و به زندگی پرداختن در تمام جنبه های مختلف زندگی مثل شغل و کار و درآمد و سلامتی تحصیل پیشرفت روابط خوب با دوستان و خانواده داشتن اینجور مهارت ها رو وقتی یه آدمی داشت باشه هر جای دنیا هر اتفاقی بیفته اون خودشو میتونه تطبیق بده و زندگی خودشو پیش ببره ولی اگر ما از اون مهارت های اصلی زندگی قافل بشیم قابلیت های روحانی نداشته باشیم و زندگیمون بسته شده باشه به یک شرایط خاصی با یک ویژگی های خاصی خب طبعا این دنیا که همه چیزش در عبور و مرور هست و شرایط و مقتضیاتش در حال تغییر بوده و امروز هم که در قرن 21 با سرعت خیلی زیادی در حال تغییر و تبدل هست خب این شرایط وقتی تغییر میکنه زندگی ما رو هم به هم میریزه ولی اگر مهارتهای ما عمق داشته باشه اون چیزی که در سطح اتفاق میفته خیلی دردسر آفری نخواهد بود و ما بالاخره توان اینو خواهیم داشت که مسیر زندگی خودمون رو به خوبی و خوشی ادامه بدیم خب تم امسال سازمان ملل برای روز جهانی مهارت‌های جوانان تمرکز بر مهارت‌ها برای جوانان خستگی ناپذیر هست این تم برای شما چه مفهومی داره و چگونه میشه در اعمال اون در پیاده کردن اون در جامعه فعال و سهیم بود من فکر میکنم جواب این سوال رو توی صحبت در قبل تا حدودی دادم فقط چیزی که میتونم اضافه بکنم این هستش که میدونین در این دنیا ما باید یاد بگیریم که چطور به صورت جهانی فکر بکنیم و یه دیدگاه بین المللی داشته باشیم و خودمون رو یه عضوی از جامعه جهانی بدونیم ولی در عین حال هیته عمل خودمون رو در محل خودمون و محل زندگی خودمون نگه داریم اگه بتونیم یه همچین بالانسی برقرار بکنیم در افکارمون و فعالیت هامون خیلی موفقتر خواهیم بود و خیلی مقاوم میشیم در برابر تلاطمات این دنیا مثلا در زمینه کاری خودمون ما میتونیم همیشه هوشیار باشیم ببینیم در کشورهایی که خیلی پیشرفته هستند تو زمینه کاری ما اینها چی کار کردن چه مسیرهایی رو رفتن و ما ازشون یاد بگیریم بدون تعصب و با سعه صدر و قدر اون نعمتی رو که واقعا در اختیار بشریت قرار دادن بدونیم ولی در عین حال متوجه باشیم که ممکنه استاندارد کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی که خیلی پیشرفته هستند تو زمینهای مختلف انقدر بالا باشه که از سطح نیازهای محلی که ما درش زندگی میکنیم شهر یا کشوری که درش زندگی میکنیم خیلی دور باشه و این یه مسئله هست که باعث میشه حتی اگر ما خیلی هم متخصص باشیم در کار خودمون و سطح بالا باشیم نتونیم برای اون محلی که زندگی میکنیم کاری انجام بدیم و طبعا نخواهیم تونست که فعالیتی بکنیم که درآمدی داشته باشه اگرچه ممکن خیلی از نظر علمی بالا باشیم یا از نظر تخصصی خیلی بالا باشیم که در یه جای دیگه دنیا ممکنه رو هوا ما رو بزنن ولی به علت اینکه اون چیزی که ما بلد هستیم یا درش تخصصی داریم به درد همسایه و اطرافیان و همشهریانمون نمیخوره خب طبعا اونا هم بابتش پولی پرداخت نخواهند کرد و درآمدی ما نخواهیم داشت این هستش که درسته که ما باید خیلی جهانی فکر بکنیم و استانداردها رو در نظر بگیریم ولی سطح فعالیت های خودمون رو باید در سطح محله و شهر و کشور خودمون نگه داریم و حواس اون باشه که اگه خودمون رو خیلی دور بکنیم از اون نیازی که جامعه اطراف ما داره طبعا تو کار خودمون دچار اشکال میشیم البته منظور من این نیست که ما سطح کار خودمون رو پایین نگه داریم بلکه منظور من این هستش که ما باید سعی کنیم در این که خودمون پیشرفت کنیم در زمینه کاری خودمون نیازهای جامعه اطرافمون هم در نظر بگیریم و دنبال یه چیزی بریم و در یک مسئله تحصیل بکنیم یا مهارت پیدا بکنیم که در نهایت به درد اون انسانهایی که ما اطرافشون داریم زندگی میکنیم بخوره اگه تخصص ما با نیازهای اونا هماهنگی داشته باشه هر چه قدم تخصص و مهارت ما ساده باشه در کار خودمون خیلی موفق خواهیم بود ولی اگر هر چه قدم تخصص ما پیشرفته و پیچیده باشه ولی به درد اطرافیان ما و به درد کسایی که بینشون داریم زندگی میکنیم نخوره طبعا ما مهارتمون بدون خریدار باقی خواهد موند خب جا داره که از خود شما بپرسم در مورد پیشینتون در مورد فعالیت های حرفیتون. اگر ممکنه برای شنوندگانمون قدری صحبت بکنین تا اونها کمی بیشتر با شما آشنا بشند بله همطور که میدونید ما در امر باهایی توصیه های زیادی داریم بر اینکه اطفال باید موسیقی یاد بگیرند و هر طفلی باید قدری موسیقی بدانند. این بود که من موسیقی رو از سن خیلی کم شروع کردم و تا وقتی که در ایران بودم در زمینه های مختلفی مثل نوازندگی در ارکسترهای مختلف تشکیل گروه های موسیقی مختلف برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف تدریس آهنگسازی و ضبط استودیویی فعالیت داشتم و همونطور که میدونید من هم مثل همه همکیشان خودم در چهل سال اخیر از رفتن به دانشگاه به خاطر عقیدمون محروم بودیم و به عنوان یک بهایی اجازه نداشتم که تحصیلات عالیه بکنم و تا اومدم شرایطی برای خودم فراهم بکنم که از نظر مالی و بقیه مسائل بتونم خارج از کشور بشم و درس بخونم یه چندین سالی طول کشید و بالاخره رفتم به کنسرواتوار ساراجیشویلی تفلیس و اونجا درس آهنگسازی و میوزیک تکنولوژی خوندم یادم سال اول من با نوازندگی ویولون شروع کردم چون یک سال اونجا نوازندگی ویولون میخوندم و بعد تغییر رشته دادم اون معلمم به من میگفتش که شما چرا اومدین دانشگاه یعنی من, <تصفح> من شوخی میکردم همیشه بهشون میگفتم که آدما معمولا میرن مدرسه و بعد میرن دانشگاه بعد کار میکنن بعد ازدواج میکنن من مسیری یه برعکس رفتم یعنی رفتم مدرسه ازدواج کردم بعد سالها کار کردم بعد حالا اومدم تحصیل بعد باورشون نمیشد که مثلا من به خاطر عقیده واقعا نتونستم برم دانشگاه و این براشون خیلی عجیب بود خیلی عجیب بود که مثلا چطور ممکنه به خاطر عقیده مثلا شما نذاشتن نز... برید دانشگاه درس بخونید به هر صورت این مسئله خیلی حسنایی هم داشت یعنی اینکه من برای دوره تقریبا 16 ساله از سطوح پایین شروع کردم و بعد به عالی ترین مدارج کاری در ایران رسیدم و پیش استادای خیلی بزرگی که واقعا لطف و مرحمت داشتن در حق من دروس دانشگاهی رو به صورت خصوصی میرفتم پیششون و یاد میگرفتم. به هر صورت بعد از اینکه تحصیلاتمون تموم شد در کنسرواتوار یک پیشنهادی داشتیم برای کار در کشور هند وقتی میگم داشتیم پیشنهادی یا درس خوندیم منظورم خودم هست و همسرم جینوس که او هم با من اومد به کنسرواتور تفلیس او هم سالها موسیقی کار میکرد او هم مثل من از رفتن به دانشگاه محروم شده بود و البته محرومیت اون بیشتر بود به خاطر که ساز تخصصیش آوازه و چون خانومه اجازه آواز خوندن هم در ایران نداشت هیچ وقت سالیان گذشته به هر صورت او هم آمد و آواز کلاسیک خوند و در این زمینه فارغ و تحصیل شد این مدرسه ای که در این شهر ما وجود داره خیلی مدرسه موفقی هست به خاطر اینکه ایده هایی که این مدرسه ارائه میده به این جامعه اینجا خیلی مورد پذیرش این مردمان اینجا هست و خیلی باعث پیشرفت بچه هاشون شده اینها از سال 2012 دنبال معلم موسیقی میگشتن چون خود اینها موسیقی هندی دارن و خیلی اساتید خیلی خوبی هم دارن در مدرسه و سیستم جالبی دارن برای آموزش موسیقی هندی و راک های هند به بچه ها و مسائل مختلف خودشون ولی اینا معلم وسترن کلاسیکال میوزیک میخواستن یعنی موسیقی کلاسیک غربی به اصطلاح خودمون و کسی حاضر نبوده بیاد اینجا به خاطر اینکه اینجا شرایط زندگی خیلی سخته اینجا یکی از فقیرترین و آلوده ترین شهرهای دنیاست و من که سالها با موزیسین زندگی کردم و دوستی داشتم و, دارم و اینها به هر صورت برای یه موزیسین خیلی مشکله که بخواد اینجا زندگی بکنه و وقتی ما بهشون گفتیم که میایم اینا خیلی با محبت و خیلی واقعا با احترام کارهای زیادی بر ما انجام دادن و به هر صورت ما الان اینجا دیگه گیرمون کردن <applause> نمیتونیم از اینجا جایی بریم و اینجا هستیم و من و همسرم به عنوان هده Western کلاسیکال دیپارتمنت اینجا مشغول فعالیت هستیم این مدرسه مدرسه خیلی بزرگیه 18 تا شعبه داره بیشتر از 50 تا معلم موسیقی داره و نزدیک 56 7 هزار دانش آموز تحصیل میکنن در مقاطع تحصیلی مختلف و کار ما خیلی اینجا کار گسترده و خیلی کار زیادی البته ما نمیرسیم به همه بچه ها نزدیک سه تا مدرسه هست که ما باشون در مستقیم در ارتباط هستیم بقیه کارهای ما از طریق معلم ها و تیچرز ترینینگ هایی که داریم انجام میشه اینجا ممنونم آقای شمیم موحد از شرکتتون در این برنامه و بینش و دانش و تجربیاتی که با ما سهیم شدید براتون آرزوی موفقیت روز افسون دارم به عنوان حسن خطاب برنامه من میخواستم پیشنهاد بدم اگر موافق باشید آخرین قطعه رو که ما با این گروه از بچه ها و معلم ها ضبط کردیم حدود ده روز پیش با هم بشنویم و این قطعه متنش بر اساس یکی از بیانات حضرت عبدالبه ها هست البته به انگلیسی هست که اونجا میفرمایند که ما هیچ نمیدونیم که فردا چه اتفاقی میفته و در این تغییر و تحولات بهترین کار اینه که امیدوار باشیم و توکل کنیم بر خدا و راهمون پیش ببریم و امیدوار باشیم امیدوار باشیم بی هوپفول بی هوپفول این قطعه رو ما تنظیمش کردیم برای یک ارکستر ذهی گیتار پرکاشن و یک کور چهار صدایه به خاطر شرایط کرونا ما نتونستیم به استودیو بریم و تمام پارتای این قطعه رو بچه ها و معلم ها با موبایل دستیشون توی خونه ضبط کردن و در یک هوم استودیوی اینها رو من میکس و مستر کردم فکر میکنم حسن ختام خوبی باشه برای برنامه که اینو با هم دیگه بشنبید. بسیار عالی موفق و پیروز باشید خیلی ممنون است. شما و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم